الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد منان سرو خرامان نرود. از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و قصه دوران نرود. در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود از دل من و از دل من آن نرود. آنچنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود. گر رود از پی خوبان دل من معذور است، درد دارد چه کند که از پی درمان نرود. هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان، دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود. برادران و خواهران گرانقدر، بینندگان محترم، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. در شب گذشته خدمت دوستان عرض شد که قرار است در این شبها به اون جنبه‌های زیبا و نورانی حماسه عاشورا بپردازیم. داستان به اینجا رسید که در شب عاشورا امام حسین علیه السلام با برادر بزرگوارشون در کنار خیمه بودند که صدای همهمه‌ای شنیده شد. حضرت به برادر بزرگوارش حضرت ابوالفضل العباس دستور دادند که ایشان با چند نفری بروند و جریان رو اطلاع پیدا کنند. حضرت عباس با چند نفری از یاران به سمت صدا و به سمت همهمه رفتند و جویا شدند و دیدند که دشمن آماده حمله به کمپ امام حسین علیه السلام رو داره. حضرت ابوالفضل العباس به اون سرداران لشکر دشمن گفتند به من اجازه بدید که من با امام حسین و امامم در میان بذارم از هدفی که شما دارید و قصد حمله ای که امشب دارید. چند نفر از یاران رو اونجا گذاشتن، گفتن شما با اینها به موعظه و نصیحت بپردازید تا من خدمت امام برسم. ایشان برگشتن خدمت امام و امام حسین فرمودن که برادر جان، شما بروید از اینها تا فردا برای ما مهلت بگیرید. حضرت عباس علیه السلام برگشتند و به سرداران لشکر دشمن فرمودند که ما تا فردا رو مهلت میخواییم. امام حسین هم فرموده بودند که من این مهلت رو میخوام چون میخوام امشب رو با خدا راز و نیاز کنم، عبادت کنم. امشب میخواییم بپردازیم به این که این مهلت چه درسی، چه زیبایی، چه نکته ظریف و زیبایی درش نهفته است که ما باید از اون درس بگیریم.
خب میدانید که دشمن، لشکر دشمن در ابتدا نمیخواست که این مهلت رو به یاران امام حسین و به امام حسین علیه السلام بده، ولی مطلبی که پیش آمد این بود که بین لشکر دشمن دو دستگی اتفاق افتاد، چون میدانید اینها مسلمان بودن، اینها فکر میکردن که اگر به فرزند پیغمبر حمله کنن و خودش و یارانش رو به شهادت برسانن به بهشت میرن. بر این اساس این فکری که داشتن و اون دگمیتی که داشتن و اون عصبیتی که داشتن گفتن که ما اگر دشمن کافر هم از ما مهلت میخواست ما به اون مهلت میدادیم. به سردارانشون گفتن شما باید مهلت بدید. سرداران لشکر دیدن اگر با این دادن مهلت موافقت نکنن دو دستگی در لشکر به وجود میاد و یک عده ممکنه خارج بشن. در نتیجه مجبور شدن که این مهلت رو به امام حسین و یارانشون بدن. یکی از زیباترین نکاتی که در این مهلت هست این استش که اگر امام حسین اون فرزانگی خاص رو به کار نمی بستن و اون مهلت رو از لشکر دشمن نمی خواستن، لشکر در اون شب حمله میکرد، چون امام حسین علیه السلام که نتیجه کار رو میدانست، که مسلماً هر شخصی میدانست که با 72 نفر در مقابل اون لشکر عظیم دشمن ایستادگی تقریباً غیر ممکنه. ولی امام حسین میدانستن اگر در تاریکی شب به اونها حمله بشه و اونها به شهادت برسن، داستان این حماسه برای آیندگان آنچنان که باید و شاید با اون جزئیاتی که امروز باقی هست باقی نخواهد ماند. در تاریکی شب اون رشادت ها، اون شهامت ها همه نهان خواهد ماند و کسی از اونها با اطلاع نخواهد شد. پس این یک مطلب که امام حسین علیه السلام میخواستن به ما درس بدن که شما باید در کارها همیشه فرزانه باشید، عقلتون، فکرتون رو به کار بیاندازید و فکر عاقبت کار رو بکنید. حالا انشاءالله در یکی از این شبها در مورد آگاهی امام حسین از شهادت انشاءالله با هم به تفصیل صحبت میکنیم. ولی مطلب اساسی که درس بزرگی برای مسلمان ها و برای همه مردم دنیا هست ببخشید، داستان زمانه. زمانی که خداوند به عنوان یک سرمایه در اختیار بندگانش قرار داده. ببینید دوستان، ما مثالی اگر بخوایم بزنیم، اگر یک شخصی دانشجوی وارد دانشگاه بشه که هدف وارد شدن از دانشگاه رو، حالا علاوه بر یادگیری علم و دانش، گرفتن مدرک هم بدانه و همش به اون هدف فکر کنه و پیش خودش بگه ای کاش این 3 سال، این 4 سال، 5 سالی که من در دانشگاه هستم سریع به پایان میرسید و من به گرفتن مدرکم نائل میشدم. یعنی اون مسیر 3-4 سال رو در نظر نگیره و همش چشمش به گرفتن مدرک باشه. یا پدر مادری که مثلا فرزندان خردسال چند ماهه دارن، اگر همش فکر کنن که اگه این فرزند ما بزرگ میشد و 5-6 ساله میشد که دیگه مقداری از کارهاش رو خودش میتوانست انجام بده و اون مسیری که این فرزند مسیر طفولیت و اون شیرینی های طفولیت رو در نظر نگیرن، اینها در آینده افسوس خواهند خورد که چرا اون مسیر و اون زمانی که باید ازش استفاده می کردند رو از دست دادن. بین خود ما بزرگترها مثلا گاهن می بینیم که دوستان با هم صحبت می کنن، میگن اگر این منزلی که ما خریدیم اقساطش به پایان می رسید و زمانش تمام می شد ما خیلی خوشحال می شدیم. غافل از این که
بعد از 30 سال که قسط این خانه ها تمام میشه 30 سال عمر گرانمایه رو از دست دادن. 30 سالی که با استفاده از اون 30 سال چه کارها میتوانستن انجام بدن. 30 سالی که خداوند به عنوان بزرگترین سرمایه بشریت در اختیار انسانها قرار داده. ببینید دوستان، یکی گرفتن سرمایه هست در زندگی، یکی چگونگی استفاده از سرمایه هست. مثلا فرض کنید اگر پدری یک سرمایه، یک ثروتی رو در اختیار فرزندش قرار بده، یکی اون سرمایه مهمه، یکی اینکه این فرزند از این سرمایه چگونه استفاده کنه. ما میدانیم که انسان‌ها سرمایه عمر زندگیشون متفاوته. خداوند به یک کسی 80 سال عمر میده، به یک کسی 20 سال عمر میده. ولی یک کسی از اون 20 سال عمرش نهایت استفاده رو میکنه و افرادی هم هستن که از اون 80 سال عمر داده شده اصلا خبردار نمیشن. دیدید با بعضی از دوستان که صحبت میکنید اونها میگن که ما اصلا نفهمیدیم این 70-80 سال زندگیمون چگونه گذشت. چرا نفهمیدن؟ چون که همیشه چشمشون به هدف بود. البته هدفهایی که در زندگی هست اکثرا هدفهایی است که زمان انقطاع داره، یعنی یه زمانی اون هدف به پایان میرسه. مثلا همون مثالی که خدمت دوستان عرض شد که شخصی وارد دانشگاه میشه، هدفش گرفتن مدرکه. بله، یه روزی به اون مدرکش میرسه و اون هدف به پایان میرسه. پس هدفهای مقطعی ما در دنیا داریم و یک هدف اصلی که اون هدف اصلی دلیلی است که خداوند انسانها رو خلق کرده، که باید اون رو انشاءالله در یکی از برنامه ها راجع به اون هدف اصلی و تفسیر با هم صحبت میکنیم. امام حسین علیه السلام میخوان به انسانها بگن که هر یک ساعت زندگیتون، هر یک شب زندگیتون چقدر ارزش داره. وگرنه امام حسین میدانستن که فرقی نمیکنه اگر دشمن امشب حمله کنه یا فردا، همه این یارانش و خود بزرگوارشون به شهادت میرسن. ولی میخوان به پیروانشون درس بدن، بگن یک شب هم یک شبه، ازش باید استفاده کرد. داستانی هست که دوستان شاید شنیده باشن، البته شاید این داستان باشه، واقعیت نداشته باشه، ولی خیلی عبرت آموز هستش. میگویند یک عارفی با حضرت عزرائیل علیه السلام دوست شد و بعد در گفتگوهایی که با هم داشتن این عارف گفت روی این دوستی که ما با هم داریم، زمانی که نوبت من شد که من از این دنیا برم، شما بیا من شما رو یک ملاقات دیگه و یک ملاقات نهایی بکنم. حضرت عزرائیل هم فرمود که باشه، مشکلی نیست. زمان گذشت و یک روزی این عارف نشسته بود، دید که حضرت عزرائیل وارد شدن. گفتن که بفرمایید، نوبت شما رسیده. ایشان گفتند که ما که با هم دوست هستیم، شما یک نصف روز به من مهلت بدید، من در این نصف روز کارهای عقب ماندم رو انجام بدم و در ضمن به پاس این فرصتی که به من دادید، من نصف داراییم رو در راه خدا میدم. حضرت عزرائیل فرمودن که امکان پذیر نیست. ایشان گفتن بسیار خوب، یک ساعت به من مهلت بدید، من 3/4 داراییم رو در راه خدا میدم، فقط یک ساعت. حضرت عزرائیل فرمودن امکان پذیر نیست. ایشان گفتن که بسیار خوب، شما فقط 5 دقیقه به من مهلت بدید، من تمام داراییم رو در این 5 دقیقه در راه خدا بدم و بعد با هم بریم. حضرت عزرائیل اینجا فرمودند که
شما که مرد خدا هستی چرا این سوالها رو میپرسی؟ شما که میدانی وقتی که اجل شخصی فرا برسه یک ثانیه اون رو عقب و جلو نمیشه کرد، این سوالها رو چرا میپرسی؟ ایشان گفتند که من این میدانم، شما درست میگی، من اینها رو میگم که برای آینده ها درس عبرتی باشه، بدانند که من حاضر شدم 5 دقیقه عمرم رو اضافه کنم و تمام ثروتم رو برای این 5 دقیقه ببخشم و اونها ببینن با مدت زمانی که در اختیارشون هست چه کارها میتوانند بکنن، ولیکن غافلن. دلیل این که امروزه دوستان میبینن که زمان زودتر از گذشته میگذره، زمان که یک به اصطلاح واحد ثابتی داره، فرقی نمیکنه زمان 1 ساعت در امروز با زمان 1 ساعت در 40 سال پیش همون 1 ساعت و 60 دقیقه است، ولی امروزه میبینید که این 60 دقیقه خیلی به سرعت میگذره. یعنی انسان قبل از این که بخواد کاری انجام بده میبینه که صبحش به شام تبدیل شد. دلیلش قفلته، دلیلش قفلته، یعنی به زمان توجه نکردنه. شما از هر چیزی که قفلت کنید از دست میدید، از هر چیزی، از ثروت خودتون قفلت کنید یک نفر میاد اون رو از شما میگیره یا به غارت میبره، از فرزندانتون قفلت کنید از دستتون میره، و از زمان هم اگر قفلت کنیم از دست میدیم. ببینید امام حسین علیه السلام در این 1 شب و چند ساعتی که مهلت گرفتن چه درس هایی توانستن برای بشریت به یادگار بگذارن، و ما با زمانی که در اختیارمون هست چه کارها میتوانیم بکنیم. خداوند در قرآن میفرماید ولعصر، به زمان خداوند قسم میخوره، یعنی اینقدر این زمان مهمه که خداوند به اون قسم میخوره. ان الانسان لفی خسر، که انسان در زیانه، انسان در خسرانه، و همین زمان در روز قیامت علیه انسان ها شهادت خواهد داد. همین زمانی که خداوند در اختیار ما قرار داده، مثل همه چیزهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده و علیه ما میتوانن شهادت بدن اگر درست از اونها استفاده نکنیم، زمان هم علیه ما شهادت خواهد داد و خواهد گفت که اینها من رو کشتن، از من استفاده نکردن، به من توجه نکردن و چه کارها میتوانستن با من بکنن که نکردن. دوستان، یکی از دلایل کلافه بودن و عصبیت هایی که امروزه بین مردم میبینیم، دلیل عمدش همین غفلت از زمانه، همسو نبودن با زمانه، و اینکه انسان همش میخواد از زمان جلوتر بزنه. انسان باید خودش رو با زمان وفق بده. اصلا معنی صبر یعنی همین، صبر کردن یعنی اینکه زمانی که باید برای یک پدیده اتفاق بیفته، برای یک پدیده تا اتفاق بیفته بگذره، باید اون زمان و اون مسیر رو ما طی کنیم، صبر داشته باشیم، با زمان همسو و همفاز بشیم، و بعد خواهیم دید که چقدر زندگی لذت بخشتر میشه، چقدر انسان میتوانه از زمانی که در اختیارش قرار داده شده استفاده کنه، کارهایی رو انجام بده که هم برای خودش مفید باشه و هم برای دیگرانی که با اونها در ارتباط هست مفید باشه. پس یکی از زیبایی های حماسه عاشورا که حضرت زینب هم به این زیبایی ها اشاره فرمودند، همین مسئله گرفتن و چگونه سپری کردن زمان است که امام حسین به زیباترین وجه ممکن اون رو به ما در این حماسه عاشورا آموزش میدن. در این دانشگاه بزرگ 5 یا 6 ساعته عاشورا، امام حسین علیه السلام یکی از درس هایی که برای بشریت به یادگار می گذارند همین است که
زمان رو از دست ندید، از زمان استفاده کنید و نخواهید که سریعتر از زمان پیش برید. گرچه نتیجه یکی خواهد بود، چه با زمان پیش برید، شما به اون مدرک تحصیلتون میرسید، چه بخواید در یک کلافه سردرگم خودتون رو بپیچانید که بخواید از زمان جلو بزنید. یک شعر زیبایی هست در مثنوی تاقدیس که نوشته ملا احمد نراقی است، داستانی رو ذکر میکنه که خیلی زیباست. من با این شعر و با این داستان بحث امشب رو به پایان میرسانم. میفرماید: بود یکی طرار از اهل دوان بود یکی طرار از اهل دوان، رفت تا دکان بقالی روان. میگه یک دزدی بود از شهر روان. شهر روان یک شهر کوچکی است در کازرون. میگه این دزد رفت به دکان بقالی، پس به اون بقال گفت که ارجمند، گردکانت را هزاری گو به چند. به این بقال گفت که به من بگو ببینم گردو هزاری چنده. اگر دوستان یادشون باشه در گذشته گردو رو کیلویی نمیفروختن بلکه هزاری میفروختن. گفت: 10 درهم هزاری مشتری، زودتر درهم بده گر میخری. دیدید که در کشور ما هم بقالی ها زیاد حوصله ندارن. گفت: زودتر 10 درهم رو بده اگه خریدار هستی. بعد این دزده میگه، گفت: 100 باشد به چندین گردکان. گفت: 1 درهم بهای آن بدان. گفت: 100 تاش رو چند میدی؟ چون من پول 1000 تا ندارم. گفت: 100 تاش میشه 1 درهم. گفت: با من بگو که 10 گردو به چند. گفت: عشر درهمی ای ارجمند. گفت: 1/10 درهم کافیست برای 10 تاش. بعد دزده میگه، گفت: 1 گردو عطا. گفت: چه بود قیمت 1 گردکان؟ گفت: 1 دانش قیمتش چنده؟ بقال گفت: او را نیست قیمت ای فلان. گفت: قیمتی نداره، 1 دانش قیمتی نداره. گفت: بسیار خوب. گفت: 1 گردو عطا فرما به من. داد او را گردکانی بی سخن. گفت: بسیار خوب، شما 1 گردو به من بده. و بقال هم 1 گردو بهش داد. باز کرد از او یکی دیگر طلب، خواجه او را داد بی شور و شغب. گفت: 1 گردو دیگه هم به من بده. بقال هم 1 گردو دیگه بدون صحبت به اون داد. گفت: بازم گردکانی کن عطا. گفت بقال: از کجایی ای فتا؟ دزده گفت: 1 گردوی دیگه هم به من بده. بقاله گفت: تو اهل کجایی؟ گفت: باشد موطن من در دوان، شهر مولانا جلال نکتدان. گفت: من از شهر دوان هستم، شهری که مولانا جلال الدین دوانی در اونجا هست. اینجا بقاله فهمید که این دزده، این خریدار نیست، این میخواد یکی یکی گردوهای این رو از دستش بگیره بدونی که پولی بهش بده. بعد شاعر اینجا میفرماید: ای تو کودن طرز بقال دکان، بی بهاتر عمرت از 10 گردکان. میگه ای مردم حواستون باشه، شما عمرتون از 10 تا گردو ارزانتر نیستا. گر کسی گوید که از عمرت به جا مان، 40 سال دیگر ای مرتجا. میگه اگه یه کسی به شما بگی که از عمر شما 40 سال دیگه باقی مانده، چند باشد قیمت این 40 سال را، بازگو تا بر شمارم مال را. میگه اگه یه کسی بگی این 40 سال رو چند میدی، هرچی که بدی من پولش رو میدم. فاش میبینم که میخندی برو، خانیش دیوانه از این گفتگو. میدانم که شما اگر کسی به شما این حرفو بزنه شما میخندید، میگید مگه دیوانه شدی؟ مگه من عمرم رو به شما میفروشم؟
پاسخش بدهی که گر ملک جهان میدهی نبود بهای عمر آن. میگه اگه تمام دنیا به من بدی، من 40 سال رو بابت این 40 سال باقی مانده رو بهت نمیدم. لی کنی کودن ببین بی قیل و قال، میدهی مفت از کف خود ماه و سال. بین که آن دیو لعین بی تاب و پیچ، می ستاند روز روزت را به هیچ. میگه ولی ببین، داری روز روزت رو یک روز یک روز مثل اون گردوها داری از دست میدی و هیچی هم از بابتش نمیگیری. آخران عمری که صد ملکش بها بود، افزون نیست جز این روزها. میگه همون عمری که فکر میکردی که قیمتش ملک جهانم باش برابری نمیکنه، مگه چیه؟ همین روزهاست، همین روزهاست که داری یکی یکی اونها رو از دست میدی. روزها چون رفت عمرت شد تلف، نی تو را سرمایه نی سودت بکرد. انشاءالله که خداوند به ما عنایت کنه که بتوانیم از این سرمایه گران قیمت، از این درس زیبایی که از حماسه عاشورا میگیریم، بتوانیم استفاده کافی و وافی رو ببریم. و صلی الله علی محمد.